علی زند وکیلی آهنگ داده چه زیبایی. آخرین آهنگی که از علی زند وکیلی رفتیم بی تفاوتی بود که به نظرم یکی از بهترین آهنگایی بود که قطعا توی سال 1402 شنیدیم و واسه همین وسوسه شدم که بیام چه زیبایی رو هم با هم دیگه بشنویم. سلام به همه موزیک بزای خفن، چطور میتورین؟ آقا علی زنده وکیلی خدایی پرکاره ها. فکر میکنم یک ماه بین اون آهنگ تا این آهنگ فاصله است، بینش هم باز یه آهنگ یه ورژن دیگه از یکی از آهنگاشو منتشر کرد، آهنگ زهره اگر اشتباه نکنم، و این پرکاری خیلی جذابه. واقعا آرتیست هایی که پرکارن من خیلی دوستشون دارم، چون که خب کارشون موسیقیه و به این کار خیلی تعهد دارن. این قشنگه. ترانه‌شو سری قبلم فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، بذار باز نگاه کنم، آره ترانه قبلیش هم حسین قیاسی نوشته بود ولی موزیک قبلی و علیرضا افکاری بود، این سری محمد زنده وکیلی فکر میکنم برادرشه. تنظیمم با مهدی ابراهیمی نژاد. آهنگ قبلی تنظیمش کی بود؟ سعید رضایی. تیم عوض شده، فقط ترانه سرا همونه. برو بریم. جان 6 و 8. حس میکنم کنسرت علی زنده وکیلی یه چیز خیلی عجیب غریب خوبی باشه. تا حالا نرفتم و دلم میخواد برم. یه تم سنتی داره که هم اون حس عرفانیه رو میرسونه، هم یکم چیز متفاوتیه فکر میکنم. انشالله قسمت چه بریم، قسمت شما هم بشه، قسمت همه بشه. آهنگ یه لحظه تموم شد دوباره شروع شد. چه زیبایی، دل خوشم که اینجایی، بایی که میلرزد دلم سمت من که میایی، قفل چشمانم ای پری پریشانم، در شلوغ گم نشای نشسته در جانم. خدای آرتیست به علی زنده وکیلی میگن. کار قبلیش احساسی، این کار 6 و 8. بعد 6 و 8ی که سمت جلف بودن نره، خب سمت این که مثلا تو دو بار گوشش بدی زده بشی نره، خیلی کار سختیه. یعنی شما دارید میبینین هر 6 و 8ی نمیگیره، خیلی 6 و 8 دارن میخونن، ولی 6 و 8ی که بتونی چند بار پک سر هم بشنویش، اون یعنی برگ برنده. برو بریم. مهربان من جان من فکر من باش، بی بهانه در گیسویت گم می شدم کاش. چه تنظیمی. خدایی تنظیم حرف برای گفتن داره. آقای ابراهیمی نژاد چه کرده؟ تنظیم حرفای زیادی برای گفتن داره. گوش کن، اصلا سازبندی ها متفاوته با کل مارکت. چه میشد با دل من را بیایی، بلند والای من کوتا بیایی، بلند والای من کوتا. حسین قیاسی اصلا
واقعا قلمش عجیب غریب خوبه. به سمتم مست و بی پرواری نشستم تا بیای تا بیای دل رو بایی مهربان من جان من فکر من باش بی بهانه در گیسویت با می شدم کاش مهربان من جان من فکر من باش بی بهانه در گیسویت با می شدم کاش بی خیال مهمانیم تا خودت برخصانیم با خیال تا مقانم وای تنظیم و نگاه کن به خدا اصلا دلت میخواد برای این تنظیم بمیری. مهمانیم اینجا تا خودت برخصانیم با خیال تا مقانم بس که دیوانم از شیرینی تو شور مستانم از دنیا دل بکنم. چه پارادوکس های باحالی داره استفاده میکنه توی ترانه حسین قیاسی. از شیرینی تو شور حالی من شور مستانه من کلن توی حفظ کردن شریک و ضعیفم. از دنیا دل بکن امشب با من مهربان من جان من فکر من باش بی بهانه در گیسویت گم می شدم کاش مهربان من جان من فکر من باش بی بهانه گیسویت گم می شدم کاش. های عجب کاری بود، عجب آهنگی ساخته واقعا. دمش گرم علی زنده وکیلی که هر بار من قبلا پیگیری نمی کردم کاراشو، یعنی مثلا شاید هر یه آهنگ در میون می شنیدم یا مثلا اتفاقی جایی می شنیدم، ولی الان دو سه تا آهنگ اخیرشو دارم پک سر هم می شنوم و عجیب غریب خوبه این بشر. یه نکته دیگه که خیلی توجهم جلب کرد این بود که کاورش، یعنی رنگ این شال گردنی که انداخته دور گردنش با رنگ اسم آهنگ یکیه. خب حتی اسم انگلیسی آهنگم باز همین رنگه، نارنجیه، و حتی تایتل عناوین مثلا دستن در کاران هم باز این رنگیه، یعنی این هارمونی رنگرم خیلی رعایت کرده. عکاسش کی بوده؟ محسن بیگلری و کاور آرتیستش هم سپهر کریمی بوده، یعنی همه چی درجه یکی، یعنی توی مینیمال ترین حالت ممکن بهترین خروجی رو در آوردن و اون لوگوی اسمش هم که جذابه. آقا دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین و امیدوارم که از موسیقی اصیل ایرانی هم، البته علی زنده وکیلی میشه گفت تلفیقی حساب میشه، یعنی نه جزء دستی پاپه نه جزء دستی سنتیه، این دوتا رو با هم دیگه تلفیق کرده یه موسیقی خیلی گوشنواز تولید میکنه. دمتون گرم، خیلی چکریم، امیدوارم لذت برده باشین. این آهنگ یا هر آهنگ دیگه ای از علی زنده وکیلی رو که دوست داشتیم به صورت قاب شیشه‌ای داشته باشیم میتونید از آنلاین‌شاپ راوی تهیه کنید و براتون میفرستن با عکس کسی که دوست دارین براش بنویسین چه زیبایی و این آهنگ هم براش پخش بشه. اتفاق باحالیه، کادو موندگار و باحالی هم هستش. توی دیسکریپشن آدرس چنل تلگرامشون رو گذاشتم، میتونید ارتباط بگیرید و دیگه حرفی نمونه جز اینکه لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. قربان شما مستر چک.